ششمین و متاسفانه آخرین برنامه نامها و یادها در کنار آقای فهمیم سخن، تا اونجا که در برنامه پیشین به موضوع همکاری ایشان با تلویزیون ایران فردا و یک توقف کوتاه در همکاری که دیرتر به اون خواهیم پرداخت. یک توضیح اضافه این که در پاریس در ماه دو نوبت در خدمت بزرگواران برنامه های گذری و نظری و همینطور ایران و مدرنیته هستم و بدون استثنا جمع ما یادی میکنه از آخرین خونده هایی که ایشان نوشتن یا گفتن جایی. و به هر حال اگرچه من این بار در سفر به آلمان ایشان را از نزدیک دیدم، اما دورا دور این نزدیکی و این دیدار وجود داشته. آقای سخن، از هم اکنون معلومه که خیلی خوشحال نیستم که این آخرین برنامه گفتگوی ما دست کم در این سری برنامه هست. شما توقف کار در برنامه های تلویزیون ایران فردا به وجود آمد، به وجود آوردن، وارد جزئیات نمیخوام بشم، اما میدونم که طرح و برنامه های در کار هست و خوشبختانه برای کسانی مثل شما یک رسانه بخشی از گفتنتون هست و شانس گفتن و تمام رسانه ها در اختیارتونه. برای شما گفتن از چه لحظه ای وظیفه است و تا چه لحظه ای تمام میشه؟ البته خب این سوال شما یه مقدار شاید بگیم یه دامنه گسترده رو در بر میگیره، شاید جواب مشخصی نداشته باشه، ولی تقریبا من چیزهایی که می نویسم و کارهایی که می کنم هیچ وقت با اجبار درونی من یا اجبار بیرونی روبرو نبوده، نیست، و دوستانی هم که با من کار کردن می دونن و خودم هم می دونم. یعنی هیچ وقت سعی نکردم این کار رو انجام بدم برای اینکه این کار انجام بشه، حالا کیفیتش پایین میاد، بالا میاد، بهتر میشه، به قول معروف آب ببندیم بهش و اینها، ابدا. من تنها چیزی رو می نویسم، تنها کاری رو می کنم که لازم بدونم و در اون لحظه به مرحله پختگی رسیده باشه، قابل عرضه باشه. اگر نباشه، حالا میخواد تلویزیون CNN باشه، هیچ فرقی نمیکنه، برنامه‌اش هم از بین بره، من نمیتونم چیزی رو که نمیخوام برای نوشتن دستم بازه، مینویسم. و یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در تلویزیون ایران فردا این در از پرفکسیونیسمی بود که من دنبالش بودم، یعنی دلم نمیخواست که برنامه ارائه بدم، برنامه بنویسم که کیفیتش خود من رو راضی نمیکنه. نتیجهش این میشد که من در طول هفته، یعنی یک روز استراحت میدادم به خودم، اون روزی بود که روز جمعه بود که شنبهش استراحت میدادم و یه مقدار کتاب میخوندم، مطالعه میکردم، اون یک روزم میدادم و اگه فاصله بیفته. بعد از روز یک شنبه، یعنی یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه که مثلا پنج روز بود، از این دو روز من باید مثلا مطلب خودم روز سه شنبه تحویل میدادم، روز جمعه، روز پنج شنبه و چهار شنبه رو دیگه نمیتونستم استفاده کنم. نتیجه دادن سه روز من فرصت داشتم. من توی این سه روز تیکه های مختلف، چون برنامه های من قطعه به قطعه بود و می نوشتم با به اصطلاح اون اخبار روز، یعنی اخباری نباشه که مال مثلا سه هفته پیشه، اخباری که همین امروز اتفاق افتاده. بعد می اومدیم با خبرهای جدید روبرو می شدیم، با خبرهای جدید روبرو شدیم، یه سری خبر مثلا مربوط به روز دوشنبه رو می ذاشتم کنار، روز سه‌شنبه یه مطلب جدید می نوشتم و اینقدر روی مسئله حساسیت به خرج می دادم و سعی می کردم اون مطلب به پختگی کامل برسه که بعضی وقتا چهارشنبه می شد می دیدم من هنوز کارم تموم نشده و اون رضایت خاطر رو ندارم، مثلا پنجشنبه می شد روز ارسال مطلب من. خب این طبیعتاً با برنامه ریزی هایی که در داخل تلویزیون یا رسانه هست سازگار نیست. و اجازه میدین من یک لحظه طبق معمول حرفتون رو قطع کنم، برای اینکه نکاتی رو ایشون با تواضع نمیگن، اجازه بدید من بگم تا اندازه در جریانم، در حضور خود ایشان میگم. آقای علیرضا نوری‌زاده در این سالهایی که من در تلویزیون ایران فردا هستم، نه تنها به من، به هیچ کس تا به حال نگفته چه کاری رو بکن، چه کاری رو نکن. از اون طرف شخصیتی مثل ایشون، آقای سخن، در یک وسواس و اینکه
اگر این مطلبی رو که من نوشتم تا 10 دقیقه دیگه هم باید بفرستم و یک مطلب جدیدی اتفاق افتاده، اون کهنه رو کنار میذارم و روی مینشینم. در نتیجه شما فکر کنید که کسی که باید این برنامه رو میخوند، فیلم برداری که باید فیلم برداری میکرد، استودیو همه چیز معطل و آقای نوریزاده هم که صبوریش پیمانه داره در این ناب هنگامی شکایت همکاران که آقای سخن هنوز مطلبش رو نفرستاده یک بار دو بار، خلاصه یک وضعیتی پیش اومد که واقعیت و حقیقت خبر همین چیزی که در حضور ایشون میگم، این برنامه نه به وابستگی نه برای پادرمیانی به هیچ نیتی استوار نیست و فقط چون من از حقیقت با خبر بودم، خود آقای سخن هم میدونن، حیف بود که شایعات عجیب و غریبی رو نوشته بشه و در این مدت گفته بشه که دور از حقیقت. ای کاش هر آنچه که گفته میشه خوب زشت بد با حقیقت باشه. در نتیجه این وسواس دائم ایشان، و دیشب در قطاری که از کلن به هامبورگ میومدیم این وسواس رو ایشون به صورت گله و انتقاد از بعضی از برنامه‌های من ایشون مطرح کرد و من هم اعتراف کردم، پذیرفتم، چرا که وقتی برنامه دکه در ساعت 4 بعد از ظهر بفرستین یا زیر آسمان پاریس و صدا خوب نیست، چاره‌ای ندارین مگر نه با چند نفر رو اونجا معطل نگه دارین. خیلی پرحرفی کردم آقای سخن، من رو ببخشید. میگم شادی دیدار شما و گفتگوهای از شما. آقای سخن، طنزهایی رو که میخونید یک طرف، طنزهایی رو که در لحن ایشان میشنوید یک طرف، طنزهای زندگی روزمره ایشان هم یک طرف. من نمیدونم کدومش رو به عنوان حسن ختام که میدونم در هیچ جا نگفتید بگم، از خاطرات استقبال شما در فرودگاه، از اون مشکلی که در خروج کلینیک روانی پیدا کردید وقتی با پسر، میتونم خواهش بکنم اونو برای بینندگان بگین؟ سخته براتون؟ نه اصلا نمیتونم، فقط کدوم یکی، چون اونی که شهادت باید میدادین کی باید اون یکی رو اجازه بده که از کلینیک خارج بشه؟ بله من تو یکی از این به اصطلاح بستری شدن هم یک روز حالم خیلی بد بود و پسرم من همراهی کرد، اصلا نمیتونستم سر پا بایستم و منو به کلینیک بردن. ما وارد اون بخشی شدیم که به اصطلاح آلمان ها بهش اورژانس میگن، اورژانس کلینیک روانی، و اونجا پزشک یک معاینه اولیه انجام میده و شما میگه چیکار بکنید، کدوم بخش برین، دوا بخورین یا بستری بشین یا هرچی. حالا پسرم همراه منه، زیر بغل منه گرفته، بدن من به شدت دچار لرزش و تشنج شده و ما تو اینجا هستیم. حالا خب تکلیف من رو مشخص کردم، پسرم میخواد به خونه برگرده، بعد من وایستادم یه گوشه و پسرم اومده دم در، در بسته است، میتونن هر کسی اومد اونجا که خارج بشه، که افرادی که اونجا بستری هستن باید اونجا بمونه. بعد یکی از این به اصطلاح مسئولین درشت هیکل سفید پوش بیمارستان روانی آمد و پسرم گفتش که شما اینجا چی میخواید؟ پسرم گفت میخوام برم خونه. گفت اینجا پسرم، همه میخوام برم خونه، برگرد برد تو اتاق. حالا منم در اون حالت لرزش تن خندم گرفته و این پسرم رو نمیذارم، پسرم با یه حالت ناباوری ولی رو کرد به من، یعنی از من کمک خواست، منم هیچی نگفتم. اون به اصطلاح محافظ تیمارستان هم در اونجا چش دکتر به ما که ما اینجا چیکار میکنیم، تا من بالاخره رفتم جلو و گفتم که ایشون منو آورده اینجا که بستری بشم، من پدرش هستم، ایشون پسر من هست و ایشون بستری نیست که نره بیرون، اجازه بدید که بره بیرون. خلاصه در رو باز کردن و ایشون به خونه برگشتن. من از آقای دکتر نوریزاده، چون این صحبت رو کردن جناب شاهید، میخواستم به اصطلاح همیشه سپاسگزار و همیشه قدردان بودم، همیشه موضوع تأخیرهای من اصلا مربوط به این دوران اخیر نبود، از همون زمانی که من شروع به کار کردم این تأخیرها بود. ایشون خیلی با سیاست همیشه با من برخورد میکردن، گروه خودشون رو حتی تا روز جمعه که روز پخش برنامه بود آماده نگه میداشتن و برنامه من رو ضبط میکردن. هیچ رضایتی نداشتن به اینکه برنامه تکرار بشه و
خیلی خیلی به هر صورتی بود، یعنی واقعا تا روز جمعه که روز پخش برنامه بود ضبط رو متوقف میکردن که اصلا همه دوچار گرفتاری میشدن، ولی خب من گفتم نمیکردم و نمیکنم و ولی خب نهایت تلاشم رو میکردم. نه اینکه مثلا میگم در همین برنامه آخر که جناب دکتر کمی عصبانی و ناراحت شدن، قطره بود که لیوان پر شده رو سرازیر کرد، بله شاید و باعث اخراج من شد. کلمه اخراج شاید یه خورده، البته خب حالا نه شاید کلمه اخراج نمیشه گفت، ولی حالا یک گلایه هم در کنار هزاران تشکری که شاید همیشه از ایشون کردم، قدرشناسی که همیشه از ایشون کردم، اون گلایه هم همیشه مطرح هست و گفتم خدمت ایشونم، چون من اصولا چیزی رو پلو خودم نگه نمیدارم یا پشت سر نمیگم، من همیشه هر آقای سخن مستقیم خدمت دوستانم همیشه گفتم. شاید بخاطر همینم هم دوستان منو دوست دارم و هم یک مقدار از من فاصله میگیرن، چون میدونن که سریع هستم. به هر حال وقت رو نگیرم، عرض کنم حضورتون که ایشون واقعا همیشه لطف داشتن، این برنامه ها به این شکل ضبط شد. در روزهای آخری که من در خدمت تلویزیون بودم، این موضوع به ناگهان، حالا نمیدونم یک عده شاید حالا این وسط نقشی داشتن یا نداشتن، این موضوع باعث خواسته شدن عذر من از اون تلویزیون بود. اون هم مطلبی نبود و مسئله نبود. چرا؟ که خب هر تلویزیونی خط سیری داره، آدم تا ابد قرار نیست در یک جایی باشه. من تا دو سه مورد کوچولو بود که یکیش خیلی ناگهانی و بدون اطلاع قبلی و به طور کامل مرخص شدن من بود که من هیچ آمادگی نتونستم برای پیدا کردن شغل جدید انجام بدم. و نکته دومی بود که این عذر من رو خواستن از طریق مستقیم انجام نشد، یعنی یکی از کارمندان تلویزیون از قول جناب دکتر گفتن که دیگه شما در این تلویزیون برنامه نداشته باشین. این دو نکته بود. یعنی یک نکته که خود جناب دکتر در این زمینه نقش داشتن این بود که متاسفانه به جای اینکه صراحتن بگن که حالا مثلا خاطر تاخیر بوده یا چه بوده، گفتن که خب مثلا کیفیت برنامه‌های شما پایین آمده بود، در صورتی که تا روز آخر و تا برنامه آخر حتی مجری برنامه آخر من گفتش که اینقدر این متن تو هیجان من رو برانگیخت که من با چشم گریان در اصل این برنامه رو اجرا کردم که مربوط به پادشاه فقید هم بود. اتفاق به هر حال خواستم ضمن تشکر از ایشون، انتقادات خودم رو هم کردم، گلایه هم ندارم و برای اینکه دوستان حالا هر کس که شایعه میسازه که خب شما بگیم چه نگیم شایعه رو خواهد ساخت، واقعیت امر رو بدونن. این واقعیت رو هم من در صفحات فیسبوکم نوشتم و چیز پنهانی هم نیست. برای ایشون هم آرزوی موفقیت. یک دنیا ممنونم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید، جدا از اینکه همراه بودید در خارج از، برای بینندگان باید گفته باشم مشکلات فیلم برداری امروز، مشکل کامپیوتر، تمام اینها رو ایشون حل کردن، آشنایی به زبان فرانسه روی کامپیوتر من، مسئله نوع فیلم برداری، مشکلات فنی که فقط فیلم برداران فقط باید بدونن و من نمیدونستم ایشون میدونستن. دلم میخواست در این خوشی سفر این خوشی رو با شما تقسیم کنم، ضمن اینکه میدونم من تنها نیستم، نوشته های ایشان تفکر برانگیزه و عاشقان ایران به چنین تفکری، خواه چپ خواه راست، اصلا موضع سیاسی مطرح نیست، از ضروریات سرنوشت امروز ایرانه. آقای سخن، آیا حرف نگفته که بسیار دارید، آیا جمله ای رو میخواین بدرقه گزارش امروز بکنید؟ خواهش میکنم. میخواستم از فراموش کردم در ابتدای صحبت قبلی تشکر کنم، سپاسگزاری کنم از اساتیدی که جناب عالی در پاریس با تلاش بیوقت و خستگی ناپذیرتون دور هم جمع میشید و برنامه ها رو تهیه میکنید از فرانسه در پاریس، و جنابان و آقایان و اساتیدی که در اونجا هستن همیشه به من لطف داشتن، در صورتی که ما سعادت دیدارشون و زیارتشون رو نداشتیم، از ایشون از اونها به خاطر مهر و محبتی که همیشه نسبت به من داشتن تشکر بکنم. از جناب عالی هم بسیار متشکرم، هم به خاطر اینکه ما دیروز در اون جلسه بودیم و واقعا این برای من
بسیار آموزنده بود و بعد از سالها تجربه جدیدی بود که و از اون بسیار آموختم و هم از مصاحبت با جناب عالی که حالا تعارف من نمیخوام بکنم ولی استاد و پیشکسوت رسانه ها در رسانه های فارسی زبان و در رسانه های ایران بودید و چه خوشحال کننده تر از این که انسان در محضر فردی مثل جناب عالی با سوابق جناب عالی با دانش و معلومات جناب عالی این برنامه قرار بود چون پیام باشه نه به و تشکر به اصطلاح حالا فقط این رو هم اضافه کنم که ساعتی رو که در خدمتون بودیم اصلا نفهمیدیم چگونه گذشت همینطور برای من 4 ساعت و نیم در یک قطار 2 دقیقه گذشت امیدوارم این 6 برنامه نام ها و یاد ها برای علاقمندان به کارهای آقای سخن و کسانی که به مسائل رسانه به مسائل تفکر و به اصطلاح تداوم کار تلاش معتقدن سازنده بوده باشه با تشکر مجدد متشکرم